ما پرستار دل خسته بیمارانیم. سلام علیکم. این صدا این روزها نه تنها برای ما ایرانی ها گوش نواز بود، بلکه دنیا رو متوجه خودش کرد. به من اومدن گفتن تو اصلا پرستاری رو یه جور دیگه معنی کردی. خنده صبح نشیند به لب ما هر دم، که به هر ثانیه 70 عبادت. بعد از اینکه شعر رو خوندم، دو تا خانوم با چشمای پر از اشک اومدن سمت من که منو بغل کنن. یکیشون به من گفت که چقدر خوبه که من از خدا بخوام سلامتی مریضم رو. خانم احمدی که 8 سال پرستاره، فکرشو نمی‌کرد این حرکتش چه بازتابی داشته باشه. دلی این کارو انجام میدادم. واقعا به این فکر نبودم که مشهور بشم یا مثلا این کلیپ پخش بشه توی فضای مجازی. میگفت شاعر نیست. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. اما 2 سالی هست این کارو انجام میده. اصلا شعر گفتن من از جایی شروع شد که مادر خودم توی بخش خودمون بستری بود. من اون روز توی پیجر یه شعری در مورد مادر خوندم. به تو سلام میکنم مادرم ای شب نم گلبرگ حیات. 8 سالی که پرستار هستم، 4 سالش رو که شهر کرد بودم، طرح اونجا گذروندم که پیش خانواده زندگی میکردم. 4 سالش هم که اینجا کار میکنم، چون با دوستم میخواستیم درس بخونیم، ترجیح دادیم توی فضای دانشجویی با هم دیگه باشیم. همکارا چقدر افتخار میکنن به همچین کسی. خودمون سعی کردیم که انتشار بدیم توی فضای مجازی. در تابلو کائناتش همیشه شکرگزار خداونده. هر از گاهی که بیکار میشم اینا رو مینویسم، اصلا برای من یه دلخوشیه. قسم میدهم تو را که مرا در باران رحمت خیش شست و شو دهی تا غباری بر دلم نیفتد. پشت بوم داریم طبقه هفتم. حالا تو این روزایی که کرونا شرایط کارشون رو سخت کرده، تنها دلخوشی کوچیکه زندگی ماست که میریم اونجا با هم دیگه چای میخوریم. میشه رفت الان ببینیم اونجا رو؟ حتما. بله بفرمایید. خستگیتون رو اینجا در میکنیم. خیلی خوشحال شدیم که همچین فیلمی از کادر درمان پخش شده، مردم خوششون اومد. تعداد مریضا زیاده، کادر درمان مجبور چند شیفت کار کنه. انرژی که به هم میدیم خیلی تاثیرگذاره. ببخشید شیفت من داره شروع میشه، اگه اجازه بدیم من برم بیمارستان چون دیر میشه. آقا بیمارستان؟ بله بله. میتونیم ما باهاتون بیام؟ چرا که نه. سلام. بیمارستان از زهرای اصفهان که این روزها پر از بیمار کروناییه. شما زیر صدا بودیم اونجا دیگه، ایشون میخونده شما تلفن. روزانه اون لحظه پیدا کردیم که یه ذره دلتون خوب بچه‌ها رو عوض کنیم. روحیه خیلی داغونی داشتم اون لحظه، واقعا خودم گریم گرفت. کار هر کس نبود این که پرستار شود. محکم تا آخر کرونا هستین دیگه. بله خلاص. ولی یه خواهشی که داریم اینه که ما واقعا دیگه داریم خسته میشیم، ما هم انسانیم و انرژیمون تموم میشه. خانواده خودمون درگیر هستن. من هفته پیش 2 تا از اقواممو اینجا از دست دادم. خیلی ممنون که وقت گذاشتین. الان میدونم نیوارا منتظرن، شیفتم سنگینه. خیلی خوشحالم خانم احمدی، بچه‌هاتون زنده باشین. زنده باشین. امروز جامعه پزشکی خط مقدم بیماری کرونا است. دمشون گرم. محمد حسین منپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.